به نام یاد خدا و بارز سلام، خوش آمدین به برنامه آغاز روز با ما مینا خیری. برگشت حدود 200 هزار مهاجر افغان از ایران در جریان 3 ماه از آغاز گسترش کرونا ویروس در ایران تا اکنون 150 هزار افغان به کشورشان برگشتند. بیننده گزارش باشید. کرونا در حال گسترش و همگیر شدن در افغانستان. ویروس کرونا در حال حاضر در 18 ولایت گسترده شده و از این میان 143 مورد آن در ولایت هرات و 16 مورد آن به شمول 4 سرباز خارجی در شهر کابل می باشد. در تازه ترین مورد 22 واقع مثبت ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است که این ترتیب شمار مجموعی مبتلایان به 196 مورد افزایش یافته است. واقعات مثبت شاید بیشتر از 16 واقع باشه و روز به روز واقعات ما با هشدار میتونم به متنم که روز به روز واقعات زیاد شدن. از سوی هم شمار افرادی که تا اکنون از بیماری کرونا صحت یاب شدند نیز به 10 مورد افزایش یافته است که در ولایت های هرات، قندهار، نیمروز، دایکندی، سمنگان و کاپیسا می باشند. تستونه چه وقت شد، تستونه منفی بود، چطور وسه تعداد دی خلکو چه بهبود پیدا کرده لسو تر و ترسی. با این حال رئیس جمهور غنی با رئیس سازمان صحی جهان روی چگونگی وضعیت افغانستان و ویروس کرونا گفتگو کرد و پلیسی 11 ماده‌ای دولت افغانستان را که شامل ابعاد مختلف مبارزه با ویروس کرونا می باشد تشریح نمود و رئیس سازمان صحی جهان نیز از آن حمایت کرد. آقای متیولا کامران رئیس اجرایی دیدبان مهاجرت با ما وصل هستند. آقای کامران سلام، وقتتان بخیر. میشه که جزئیات بیشتر از شما داشته باشیم؟ آیا واقعا 150 هزار افغان وارد کشور شده یا که هم تعداد زیاد دیگر هم وارد افغانستان شده از ایران؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، سلام خدمت شما و بینندگان محترم. امید است که از گزند ویروس کرونا همه ما به امان باشیم. در قدم نخست ما میخواییم اگر فرصت باشه به وضعیت مجموعی افغانستان و موضوع کرونا بحث کنم. علاوه بر ازی شما متوجه هستین که نگرانی های مردم در سطوح مختلف به وجود آمده، به خصوص طبقات مختلف اقشار جامعه که بسیار آسیب پذیر هستند. نگرانیشان بیشتر است، انتقادها برای حکومت افغانستان بیشتر شده و در صورتی که حکومت افغانستان به شکل منظم موضوع کرونا را و موضوع مهاجرت را به شکل درست مورد ارزیابی خود قرار نده، فعالیت‌ها و کارکردهای خود به شکل منظم انجام نده، به نظر ما فکر میکنم که ما داریم در یک بحران بسیار خراب، بسیار جدی داریم در حرکت هستیم. موضوع مهاجرین شما میفهمید که یک موضوع بسیار حساس است و در اثر انتقال یا برگشت مهاجرین ویروس در افغانستان شیوع پیدا کرد که یک نگرانی بیش از حد را در سطح جامعه افغانی ایجاد کرده. بله آقای کامران، از دید شما وارد شدن مهاجرین از ایران وارد افغانستان تا هنوز یعنی واقعا تانسته که مشکل ساز باشه و همچنان به خاطر گسترش ویروس کرونا این موضوع چقدر میتونه که خطرناک باشه در کشور؟ دقیق است. برگشت اول خب باید تحلیل مایی باشه که در اثر شیوع ویروس کرونا در جهان و خصوص در ایران که همسایه ما شما است، شما میفهمین که بیش از 2.5 میلیون ما مهاجر داریم در ایران و وقتی که مهاجرین ما برگشتند و به یک شکل سرسام‌آور، به شکلی که رکورد تاریخی نداشتند هجوم برگشت مهاجرین، اینمی باعث شد که ویروس کرونا انتقال بیافه و نگرانی ها از آغاز پروسه وجود داشت. ما نگرانی های خود همراه مسئولین حکومت افغانستان و از طریق رسانه های شما
ایجا اظهار داشتیم. ما چون موضوع بسیار حساس است، کلان است، تنها ما فعلا موضوع مهاجرین ما موضوع ایران نیست. ما فعلا با تمام کشورهای همسایه که بیشترینش که ایران و پاکستان است و موضوع کشور هندوستان بسیار داغ است، موضوع کشور ترکیه و یونان بسیار حاد است، ما میتونیم تحلیل های مختلف در داشته باشیم اگر در رابطه با تاثیرگذاری ویروس کرونا و در افغانستان اگر اجازه باشه. ما میخواهیم که چند نگرانی را فعلا بیان داشته باشیم برای حکومت افغانستان. شما میبینید که یک حکومت افغانستان یک کمیته را ایجاد کرده به نام کمیته مبارزه علیه کرونا یا کووید 19 که چون نفهمین موضوع کرونا یک موضوع بسیار جدی است، بحرانزا است، نگران کننده است و بسیار پیچیده است. به این اساس تنها نمیتونه که یک کمیته موضوع را حل کنه. باید تمام ادارات زیر ربط از قبیل وزارت صحت، وزارت تجارت، وزارت مالیه، وزارت زراعت و وزارت مهاجرین در رأسش میتونه که با همکاری جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و مردم افغانستان میتونیم که در مقابله با ویروس کرونا مبارزه کنیم. ما اگر اجازه باشد، چون ما نقاط آسیب پذیر پیشنهاد کردیم از قبلم و حالیم پیشنهاد میکنیم که سکتورها و وزارتهای مختلف میتونه که به شکل منظم و کارخانگی خود انجام بده. وزارت صحت در بخش صحت در ارائه خدمات میتونه که درست کار کنه، وزارت مهاجرین در بخش ادغام مهاجرین در حل مشکلات مهاجرین میتونه و همچنان وزارت تجارت و زراعت میتونه در بخش واردات، در بخش موضوعات تجارتی ما میتونه که بسیار راه های حل را یعنی کارهای مناسب را انجام بده. بله آقای کامران، قسمی که شما مورد را یادآوری کردین و گفتین که آمادگی ها یعنی جریان داره، از قبل شما چقدر میتونین که در آینده آماده باشین و وزارت های زیربط را که شما نام بردین اینها چقدر میتونن که آماده باشن در آینده با وارد شدن مهاجرین از ایران داخل افغانستان کدام مشکل رخ نده؟ بله آقای کامران، سوال ما ای بود که وزارت های زیر ربط و همچنان موارد را که شما یادآوری کردین چقدر آماده هستند با این که مهاجرین از ایران وارد افغانستان میشه و در آینده مشکل رخ نده؟ یک موضوعی که بسیار حساس است، ما اگر اجازه باشه ما به اساس سکتوروار میایم، به اساس وزارت ها میایم که کدام وزارت باید، یعنی طرح دیدبان مهاجرت اینمی است که وزارت صحت در قدم نخست میتونست که یک بسته بسیار مجهز و مکمل را در حدود $1 میلیارد میتونست که از جامعه جهانی درخواست کنه و این میتونست که به شکل مستقلانه خودش عمل میکرد. شما ببینید که تیمای صحی در مرزها وجود نداشت در ابتدا و عالم نگرانی ما بیشتر است. در صورتی که تیم‌های صحی در مرزها وجود نداشته باشه، ما مرزها را کنترل کردن نتانیم، برگشت مهاجرین در حدود 5 تا 15 هزار روزانه برگشت از یا باعث نگرانی بیشتر میشه و باعث شیوع ویروس کرونا میشه. موضوع سوم، موضوع زمینه قرنطینه ساختن کسایی که از مرزها میان، کسایی که مشکوک است، باید زمینه قرنطینه را برایشان مساعد میکرد که متاسفانه طالرم حکومت افغانستان در این زمینه کار نکرده. و موضوع مهمی است که برای برگشت کنندگان باید کیت های صحی ارائه می شد، مثلا صابون، دیتول، ماسک و چیزایی که برای حفظ صحه بسیار مهم است، جاهای بودوباش موقتی برایشان ایرایه می شد، غذا آماده می شد برایشان ایرایه می شد و موضوع ترانسپورتیشن و کمک های بشردوستانه دیگر در رابطه صورت می گرفت. موضوع پنجم، موضوع دیتابیس است که باید هر کسی که از مرزها می آید باید در یک دیتابیس جا به جای می شد، تمام ارقامش از ثبت می شد و ردهای پای از یا باید در هر ولایتی که می رفتن با هر مسیری که می رفتن مسیرها باید کنترل می شد، چک می شد
باید کارا صورت می گرفت. موضوعی تیم های سیار است که باید ایجاد می شد. تست ها را در تمام جاهایی که مردم زندگی می کنه، به خصوص در مراکز یا کمپ های عودت کنندگان. و بر علاوه یک چیزی که بسیار مهم است، موضوعی بیجا شدگان داخلی است. شما ببینید که بیش از 3 میلیون ما مهاجر بیجا شدگان داخلی داریم. همیشه وزارت صحت یا وزارت‌های مربوطه کوشش میکنن که آگاهی بر مردم بده، ولی غافل هستن از اینکه بیش از 50% مردم ما زیر خط فقر است. مردم ما نان خوردن نداره، چی برسه که با ویتامین سی و گرفتن ویتامین سی و ویتامین دی تلاش کنن. دیگه به این اساس وزارت صحت میتونست که در این بخش کار میکرد بسیار جدی، ولی با وزارت مهاجرین گفتم میتونم که وزارت مهاجرین میتونست که در این پروسه بسیار جدی حرکت میکرد. و در قدم نخست شما ببینید که وزارت مهاجرین یک کوتی داریم با کوت احتیاط که 300 میلیون افغانی ما در این کوت برای بیجا شدگان و برای مهاجرین داریم، ولی متاسفانه حکومت افغانستان وزارت مهاجرین توانایی زیر نداشته که از این کوت استفاده کنه. افغانستان در یک شرایط بسیار خراب قرار داره و مهاجرین ما در یک حالت بسیار وضعیتشان خراب است. با او اساس ما این پیسه را میتونستیم که از این کود استفاده کنیم برای از یا مثلا حالی فعلا وضعیت قرنطینه است. وقتی که وضعیت قرنطین باشد، مشکلات اقتصادی به اوجش رسیده، قیمت ها به اوجش رسیده، در این حالت وزارت مهاجرین میتونست که از این کود استفاده کنه و به مشکلات مهاجرین رسیدگی میتونست. دوم موضوع حکومت افغانستان جزء سازمان سارک است. قسمی که معلومات دارین، حکومت افغانستان یک میلیون دلار را به این سازمان به خاطر مبارزه علیه کووید 19 پرداخت کرده یا تعهد کرده. به او اساس میتونست که افغانستان برای مهاجرین ما که در هندوستان است، مهاجرین ما که در پاکستان است و مشکلات بسیار جدی روبرو هستند، کسایی هستند که شما ببینید که بیش از 15,000 مهاجر ما در هندوستان داریم که هم اکثریتشان به خاطر ناامنی، فقر، بیکاری و رفتن خانه خود فروختن، مصارف کردن در هندوستان، بودو باش میکنن که کیس هایشان برای 5 سال، 4 سال، 3 سال میشه که کیس هایشان در سازمان ملل متحد است ولی تعقیب نشده. و این باعث از این میشه که وا کرایه میتن و حالت بحرانی است، حالت قرنطینه است. به او اساس باید حکومت افغانستان به شکل جدی این موضوع را پیگیری کنه و میتونه در مورد پاکستان حاصل قیاس. و موضوع سوم که برای وزارت محترم مهاجرین بسیار مهم است که وزارت مهاجرین باید بسیار زیاد فعال میشد و بسیار فعال شود. ما آتش های مهاجرین داریم در سطح جهان. باید حکومت افغانستان میتونست که از این طریق هماهنگ بساختن با تمام کشورهایی که بیشترین مهاجرین ما داریم. شما الان میفهمین که مشکلات مهاجرین ما در ایران بیشتر است، مشکلات مهاجرین ما در پاکستان بیشتر است و در هندوستان و ترکیه در تمام جای مشکلات ما زیاد است، ولی سیاست های کشورها هم در مقابل یکدیگر متفاوتر است. سیاست مثلا پاکستان و کشور همسایه ما ایران باید همیشه، چون از مهاجرین به گونه های مختلف در گذشته ها به شکل سوء استفاده صورت گرفته و عالم موضوع کرونا باعث ازی شده که بعضی کشورها میخواین که از این بهره گیری کنه. موضوع کرونا یک موضوع بسیار جدی است، یک موضوع بسیار حساس است، جهانگیر است. ما در یک مرحله حساس تاریخی قرار داریم. تقاضای ما از کشورهای همسایه، بخصوص کشور دوستی که پاکستان و ایران است، 40 سال است که مهاجرین ما را جای دادن، ما تشکری میکنیم، ولی ما در یک شرایط بسیار حساس تاریخی قرار داریم با یک اپیدمی بسیار جدی که دامنگیر تمام جهان شده. ما مبارزه میکنیم و در این مبارزه باید تمام کشورها همکاری کنند. حکومت پاکستان، حکومت ایران میتونه در این قسمت همکاری کنه، در صورتی که حکومت افغانستان آگاهی حاصل کنه و تلاش کنه که برای حل مشکلات مهاجرین ما اقدامات انجام.
درست. آقای کامران، شما در چند نکته مکمل از مشکلات یادآوری کردین و همچنان کودره که شما گفتین، یعنی منبع مالی وجود داره نزد حکومت اما درست استفاده صورت نمیگیره. دلیل این چی است که از این کود استفاده درست صورت نمیگیره و همچنان امکانات چی فکر میکنین؟ آیا حکومت واقعا امکانات در دسترس ندارن و یا هم بی‌توجهی صورت میگیره؟ و در قسمت وزارت مهاجرین هم شما مشکلات را یادآوری کردین که وزارت مهاجرین هم باید توجهی زیاد میکرد و همچنان حالا گفتین که امکانات وجود نداره و بعض از موارد دیگر. چی فکر میکنین؟ آیا وزارت مهاجرین حمایت حکومت را نداره یا که هم کارمندانی که در داخل خود وزارت مهاجرین کار میکنن بی توجه هستن؟ شما سوال بسیار خوب کردین. ببینین که ما یک وزارت داریم به نام وزارت مهاجرین، ما بسیار یک تشکیلات خوب داریم، کمیسیون های مختلف داریم. کمیسیون عالی مهاجرت است که به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی بود و کمیته های مختلف در چوکات حکومت وحدت ملی ایجاد شده بود به خاطر حل مشکلات مهاجرین. شما موضوع مهاجرین اگر در جهان ببینید یک موضوع بسیار جدی است، ولی متاسفانه کمیسیون عالی مهاجرت در حدود 2 سال میشه که دایر نشده متاسفانه. و علاوه بر از او قابل ذکر است که اتو نیسته که ما بودجه نداریم یا امکانات وجود نداره. متاسفانه در 5 سال امی مدیریت در رهبری وجود نداشته، در رهبری حکومت در مجموع و در خصوص وزارت مهاجرین خو بسیار سوالای وجود داره. ایره فکر میکنم که مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان قضاوت میکنه. و در رابطه با وزارت مهاجرین ما بر شما به خدمت شما گفتم که ما فعلا در کد احتیاط 300 میلیون افغانی داریم و ای از این میتونستیم که ما درست استفاده میکردیم. شما ببینید یک نیم یا 2 ماه میگذره، شما کدام بیانی، کدام اعتراض، کدام پیشنهاد، کدام استراتژی از طرف وزارت مهاجرین حتی حداقل خود ما نشنیدیم. دیگه مشکلات وجود دارد. مشکل اساسی مدیریت است. اگر امکانات وجود دارد، سازمان ملل متحد کمک میکنه، جامعه جهانی کمک میکنه، سفارت ها کشورهای دوست همراه ما کمک میکنه. شما ببینید نمیالی کل وزارت ها در قرنطینه است. خورای حل نیست فکر اما میکنم. آقای کامران، قسمی که شما میگین بله، قسمی که شما میگین کد احتیاطی وجود داره و منبع مالی هم است، مشکل در کجا است؟ چرا از این کد درست استفاده صورت نمیگیره؟ خب امی باید از وزارت محترم مهاجرین پرسان شوه که شما از این بدتر فکر میکنم از این وضعیت بدتر دیگه ما نخواد داشتیم. مهاجرین ما 99%شان مردمایی هستند که زیر خط فقر زندگی میکنن. عایدشان کمتر از $2 است. نان خوردن نداره. مشکلات بسیار جدی داره. باید در این رابطه حکومت افغانستان به خصوص وزارت مهاجرین بسیار فعال شود. ما 300 میلیون افغانی در کوت احتیاط داریم. میتونین شما از وزارت مالیه پرسان کنین، از وزارت خود مهاجرین پرسان کنین. من فکر میکنم یک تعداد ممکن از کودم خبر نداشته باشه. دیگه به او اساس و ما $1 میلیون در سازمان سارک داریم. ما میتونیم از او استفاده کنیم. مهاجرین ما در وضعیت بسیار خراب قرار دارد، خصوصا در هندوستان. پیشتر ما برای شما یادآور شدم که وضعیت مهاجرین ما در هندوستان بدترین حالت قرار دارد. اگر در جریان 1 هفته یا 1 ماه اگر ما جلوگیری کردن نتانستیم، برای مشکلاتشان رسیدگی نتانستیم، ما فکر میکنیم بدترین فاجعه را ما در تمام کشورها خواهد داشتیم، به خصوص در هندوستان. به خاطر از اینکه بیش از 15,000 مهاجر ما در هندوستان کسایی هستند که کرایه میتن و شرایط حالت هندوستان حال به خصوص دهلی در حالت قرنطینه است. در این صورت وقتی که غذا نرسه، وقتی که کرای اولی را دادن نتانه، مصارف خود پورا کردن نتانه، فکر میکنم ما در یک بحران بالاتر قرار داریم. در صورتی که ما پیسه داریم، امکانات داریم، روابط خوب با هندوستان داریم، سازمان ملل وجود داره، ما میدانستیم که بسیار راه های خوب را پیش روی میگرفتیم و اقدامات عملی، کارهای بسیار درست را عملی میکردیم، بخصوص که رهبری از این کار وزارت مهاجرین میداشت. موضوع پاکستان است که
شما میفهمین که بسیاری افغانای ما که به خاطر تداوی رفته بودن در حالت بد قرار دارن که نه حکومت پاکستان حمایت طالره کدام حمایت مالی یا تکنیکی کرده باشه، نه حکومت افغانستان، در حالت بی سرنوشتی قرار دارن و منتظر هستن که سیاست حکومت پاکستان تا چه وقت دروازه را باز میکنن که یا پس بگردن به افغانستان. دیگه مشکلات به شکل جدی وجود داره و تاکید مایی است که منابع وجود داره، منابع مالی وجود داره. حکومت افغانستان میتونن یک پروپوزل بسیار مدونه برای سازمان ملل متحد با کشورهای دوست و همسایه که در اینجا در افغانستان حضور دارن میتونستن که پیشنهاد کنن و ما پیشنهاد ما ای است، طرح و نگرانی ما ای است که در صورتی که حکومت افغانستان غفلت کنه که طالره انجام داده، اگر باز هم غفلت صورت بگیره ما با یک فاجعه انسانی در افغانستان و در خارج خواهیم بود. بله آقای کامران، شما من حیث رئیس اجرایی دیدبان مهاجرت چی تصور دارین از آینده؟ حال خو میگین که مشکلات زیاد وجود داره و از طرف حکومت هم توجه صورت نمیگیره، اما در آینده چی فکر میکنین؟ آیا رسیدگی به مهاجرین که از ایران داخل افغانستان میشه و همچنان مهاجرین که در سایر کشورهای جهان از کشور ما در دیگر کشورها وجود داره، آیا رسیدگی صورت خواهد گرفت در آینده؟ نگرانی ما من حیث جامعه مدنی همی است که چرا حکومت افغانستان به خصوص وزارت ما غافل است. ما امکانات داریم، منابع داریم، منتظر از این نشینین که قرنطینه است. شما باید هیئت رهبری حکومت افغانستان، من پیشتر برای شما به وضاحت گفتم که مبارزه علیه کرونا نمیتونه یک کمیته خاص مبارزه کنه. جامعه جهانی، کمک‌های جامعه جهانی ضرورت است. وزارت‌های مختلف که مرتبط است، از وزارت تجارت و وزارت مالیه گرفته تا همه وزارت‌هایی که سکتوری است دخیل باشند، به شکل مستقلانه عمل کنند، فعالانه عمل کنند. از جامعه مدنی حکومت افغانستان میتونه درست استفاده کنه، از مردم افغانستان میتونه از همکاری‌هایشان استفاده کنه. اینطور نمیشه که والی صاحب کابل یا نهادهای وزارت داخله یا دیگر نهادها برایشون برای مردم افغانستان بگن که شما از خانه بیرون برآمده نمیتونین، قرنطینه هستین، در صورتی که تا حال را کمیته استرار بر یک نفر کمک نکده، در صورتی که ما بیش از 25 میلیون دلار داریم، لازم نیست که ما تست و تجهیزات تکنیکی صحیح را داشته باشیم. شما برین بر زندگی مردم توجه کنین. بیش از 50% مردم زیر خط فقر است. کار وجود نداره. وقتی که کار وجود نداشته باشه، حمایت‌های اجتماعی صورت نگیره، مسئولیت اجتماعی وجود نداشته باشه، من فکر میکنم که ما در یک بحران کلان قرار میگیریم. نگرانی ها بیشتر میشه، مردم به فقان رسیده. حکومت افغانستان میتونه به شکل جدی و ای را ناگفته نمانه که در صورتی که ای کار صورت نگیرد، از یک طرف ما با یک بحران کلانتر میرسیم و از طرف دیگر ممکن امو قویداتی که یا به شکل قرنطینه انداختن ممکن این تاثیرگذاری خود در آینده نداشته باشه. موضوع دوم، موضوع مهاجرین ما در خارج است. ببینین که ما بیش از 6 میلیون مهاجر در سطح جهان داریم. اگر حکومت افغانستان از امروز، فرق نمیکنه که شب باشه یا روز باشه، روز جمعه باشه یا شنبه باشه یا طول هفته باشه، فرقی میکنه که باید عاجل برنامه های مشخص خود را در رابطه با مهاجرین خود در ایران، پاکستان، هندوستان، ترکیه، یونان و در تمام کشورها میتونه پالیسی های مشخص و مدونی را داشته باشه. ما نمیتونیم که عوام فریبانه بحث کنیم. ما وزارت داریم، وزارت. و موضوع دوم، موضوعی که برای شما یادآوری کنم برای حکومت افغانستان خیلی مهم است. شما ببینید ما در سیزن باران ها قرار داریم که باران ممکن در نمی یک هفته دو هفته بیشتر شود و این حوادث طبیعی باعث از این میشه که یک تعداد بیشتر ما در اثر سیلاب ها از خانه هایشان بروان ماجر شوند، از یک جا به جای دیگر، که این بسیار نگران کننده است. مردم افغانستان نگران است، منتظر
منتظر ازی است که حکومت افغانستان چی فعالیت میته انجام میکنه انجام میده، ولی متاسفانه ما تالره کدام فعالیتی را نه از وزارت مهاجرین دیدیم و نه از وزارت صحت و دیگه وزارت ها حوض القیاس که نتانستن امو کارهای خانگی خود به شکل درست انجام بده. بله آقای کامران، در این قسمت هم میخواییم که نظر شما را داشته باشم. چی فکر میکنین مهاجرینه که از ایران وارد افغانستان میشه و در شرایط حساسه که سایر کشورهای جهان قرار داره، آیا از دید شما واقعا فقط مشکل ویروس و کرونا است که از دیگر کشورها وارد افغانستان میشه مهاجرین افغان، یا که هم با مشکلات دیگر دست و پنجه نرم میکنن؟ اگر در خصوص مهاجرین ایران بحث کنیم، شما در جریان هستین که پیش از موضوع کرونا موضوع تحریمات اقتصادی امریکا بالای ایران بود که این باعث ورشکسته شدن نظام اقتصادی ایران بود. شما میبینیم که اکثریت افغانای ما کسایی هستند که طبقه پایینی کارگر هستند که سیمی اسکل لیبر میگه، که کسایی هستند که در ساختمان ها در فابریکا کار میکردن و با شیوع ویروس کرونا بیشتر وضعیت ایران خراب شد و به اساس اکثریت مردم آمدن به افغانستان. و موضوع دومی است که ترس از ویروس کرونا باعث نگرانی مردم شد که سیلاس ها تانستن که از کشور ایران به افغانستان بیاید. و در اینجا شما در جریان هستین که از آغاز پروسه برگشت مهاجرین حکومت افغانستان بسیار بی‌توجهی کرد. شما ببینین که روسیه، ازبکستان، تاجیکستان از نمو پرنسیپ از اون پالیسی هایی که می فهمیدن که مشکل ویروس کرونا چی است، مرزهای خود را بند کرد، قیدات را وضع کرد که حال فضل خدا مشکل ندارن، ولی افغانستان نتونست که از اون پالیسی ها استفاده کنه. اونمو باعث ازی شد که مرزها کنترل نشد و از طریق مرزها بیش از 150 هزار نفر داخل افغانستان شد. شما ببینین که ولایت هرات و نیمروز و فراه در حالت بسیار بد قرار دارد. به خاطر چی است؟ به خاطر ازی است که اونمو شرایط قرنطینه را در اوج مساعد نساختن، کمک های بشر دوستانه را برای عودت کنندگان مساعد نساختن، کت های خدماتی صحی را برشان ارائه نکردن، کمک های مالی برشان صورت نگرفت و همچنان اون کسایی که در هر جایی که می رفتن تعقیب نشد، اون مسیرها و تعقیب نشد. ضمن از اینکه تعقیب نشد و مشکل اساسی مشکل راجستریشن و دیتابیس بود. امیال شما برین از وزارت از ملل متحد پرسان کنین که تعداد مهاجرین ما چند است. شما برین از وزارت مهاجرین پرسان کنین، در حدود 1000 و 10000 و 100000 و میلیون ها ما بحث میکنیم. در صورتی که موضوع مهاجرین به شکل اساسی حل نشوه، ما اگر مهاجرین در حدودی در یک انتروال 10000 و 100000 و 1 میلیون بحث کنیم، فکر میکنیم که ما بسیار دور هستیم از واقعیت ها. تشکر آقای متی‌الله کامران، رئیس اجرایی دیدبان مهاجرت، سپاس از این که در برنامه با ما بوده. با ادامه آغاز روز دوباره خوش آمدین. مهمان هم در بس با خود داریم، آقای کفایت الله قادری، فعال سیاسی با ما وصل هستن. آقای قادری سلام، وقتتان بخیر. میشه که در ابتدا با ما اینجا بگوین این دیدار چیگونه بود و روی چی موضوعات بحث صورت گرفت؟ سلام بر شما و تمام بینده های تلویزیون آریانا نیوز. خوشبختانه ما خبرهای خوش از پروسه صلح و متاسفانه خبرهای ناگوار از اوضای سیاسی و همچنان مقابله با امراض کرونا داریم. بسیار جای مسرت بخش است که طالبان این بار آماده شد که یک دو بار از طریق کنفرانس ویدئویی و بار سیام مستقیما در کابل با مقامات و گروه تماس حکومت افغانستان آمد نشست های را انجام دادن. خوشبختانه این نشست ها تا این دم که ما با شما برنامه دارم خوشبختانه خوب میگذره و امیدواری هم بر این است. ما از هر دو جانب میخواییم، هم از جانب حکومت افغانستان هم از جانب گروه طالبان، که
باید هر چی زودتره که ما به پروسه صلح نزدیک شده بریم، باید هر دو جانب به قربانی آماده باشن، هم طالبان هم افغانستان، حکومت افغانستان. ببینین متاسفانه طالبان با یک قدرت بسیار بزرگی که آمدن، قدرت ابر قدرت بزرگی چون امریکا را خانه ساختن، بعد از او آماده گفتگوی بین الافغانی شدن. اما این چه گپ از حکومت افغانستان است که حکومت افغانستان در حالی که در خود کابل متاسفانه ما دو حکومت داریم، بسیار با یک موقعیت بسیار ضعیف ما به پروسه صلح پیش میریم. حالا هم مسئله رهایی زندانی‌ها است که قسمی که تا حدی که من خبر دارم امروز بخشی از زندانی‌های هم از طالبان و تا حدود 20 زندانی حکومت افغانستان هم از بند رها میشه. ما این را قدم بزرگ میدانیم، اما گپ چی است؟ گپ ما این است که حداقل میشه مربوط حکومت افغانستان میشه تا زد و بندهای داخلی که در کابل قرار داره، این زد و بندها را هر چه زودتر به پایان برسه تا ما با یک موقعیت بسیار بزرگ و نیرومند در مقابل طالبان در میز مذاکره بنشینیم. متاسفانه وضعیت فعلی کاملا ناگوار است با حکومت افغانستان و کاملا گپ یک طرف است، در گپ به نفع طالبان است در میز مذاکره هم، و طالبان با نیروی بسیار بزرگ میاد در روی میز. بله آقای قادری، حالا چی فکر میکنین؟ دیدار هیئت 30 نفری گروه طالبان با حکومت افغانستان میتونه که در را برای مذاکره با طالبان باز بکنه؟ 100%. ببینین ما هر بابی که در نخستین بار طالبان آمدن و با ایالات متحده امریکا نشستن، خوشبینی های مردم افغانستان و تمام همه جانبه که در خواستار صلح در افغانستان بودن بسیار بیشتر شد. ما هم خوشبین هستیم. ببینین به بار اول است که همیشه طالبان ادعای داشتن که ما همراه حکومت فعلی این نشست را برگزار نمی کنیم و حکومت فعلی را دست نشانده غرب می دانست. اما جای مسرت بخشی است که این بار سوم است که طالبان میاد در کابل و با حکومت فعلی افغانستان که رسما توسط قانون اساسی و توسط مردم انتخاب شده میشه، یک گام خیلی بزرگ است. اما اینجا باید هم قدم هایی که باشه، من بازم از گروه طالبان و از دولت فعلی افغانستان خواهش میکنم که هرچی مشکلات زیادی که در رأی صلح می باید ما برداریم. ببینید از یک طرف مشکلات رهایی زندانی هاست که باید هم دولت هم طالبان در این راستا بسیار با همدیگه خود کمک و همپذیری داشته باشند. زمانی که ما با پروسه صلح نزدیک میشیم، باید هر دو جانبینی که میخواد و صلح برسه باید تقریبا نقاط ضعف خود و هم از بعض نقاط ضعف خود بگذره. من فکر نمی کنم به این گونه که هر دو جانب بعد تضعیف یک دیگر بپردازه و تقریبا حکومت افغانستان بیا طالبان را تضعیف بسازه از نقاط موقعیت و طالب هم بیا حکومت افغانستان، اینا ما به نفع نمی بینم. ما باید اینجا کلا نفع مردم افغانستان را در نظر داشته باشیم. هیئت 30 نفری طالبان که در کابل نشسته، باید این هیئت تقریبا همانطور که به استراتژی خارجی دولت افغانستان وابسته است، باید همان قدر استراتژی افغانستان هم در اینجا کالبوک داشته باشد تا بتونه از هیئت 30 نفری به طور بهبود و دیپلماتیک از آنها پذیرایی کنه و بعدا طبق لایحه و طبق قرارداد زندانی ها که رها میشه، البته با ضمانت 5000 زندانی رها شد تا یک میز مذاکره بین الافغانی آماده شود انشاءالله. بله آقای قادری، با توجه به موضوعات را که شما یادآوری کردین و همچنان تنش‌های سیاسی در داخل حکومت افغانستان و همچنان هیئتی که از طرف حکومت تشکیل شده، برخی ها با این هیئت مشکل داره، از دید شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا هیئتی که از طرف حکومت افغانستان تشکیل شده همه شمول و همه قبول است یا خیر؟ ببینیم حیاتی که تا حد زیادی که حیات 21 نفری توسط حکومت افغانستان اعلان شده، همه جوانب فکر کنم همه اکثر جوانب اینها پذیرفتن، از حزب وحدت شروع تا به خود جناب دکتر صاحب عبدالله که خود را رئیس جمهور حکومت همه شمول میگه، تا اکثر جوانب که مخالفین حکومت هستن پذیرفتن. فکر کنم گپ در گپ داخلی و اجماع کلی در باره این حیات به دست آمده. بعضی از جوانب هم که در مقابل حیات مخالفت میکنه او واضح است به مردم افغانستان که در مقابل صلح و اینها که در 40-45 سال در جنگ افغانستان خیر خود را دیدن و تقریبا نسبت به منافع شخصی شان را ترجیح دادن، حال هم بر امو پایه استوار هستن، حال هم به امو پایه ها قدم میگذارن و در مقابل حیات و شاید شما در آینده هم ببینید که در مقابل دیگر اقدامات جدی که به خاطر صلح برداشته میشن اینها حتما مقابله میکنن، چون که اینها نفعشان در جنگ بود. اگر صلح هم باشه اینها نفع خود را میبینن، اصلا برای از اینها منافع مهم نیست. حرف ما وابسته به بعضی از سیاسون و بعضی از احزاب هستن که در 40-45 سال اینها خون مردم را ریختاندن و همیشه علیه مردم استاد شدن، خاص به خاطر منافع شخصیشان مردم قربانی دادن و حال هم متاسفانه بر همین قدم اینها را میرن. ما باز هم حرف ما ای است که 21 نفر حیات که انتخاب شد تا حد زیاده همه شمول است، به نفع گروه طالبان هم است، چون که طالبان با در این حیات اعضایی هستند که در مقابل طالبان در 18 سال اخیر اینها درگیر بودند و
درگیری بسیار زیادی داشتن، از جمله پسر عطام آمد نور، پسر جنرال عبدالرشید دوستم و اعضای گروپ وحدت اسلامی، حزب اسلامی در این گروپ شامل هستند. فکر نکنم که با طالبان هم بهانه موجود باشه، و بهتر هم این است که هم طالبان هم حکومت فعلی افغانستان از بهانه جویی دست بردارند و فکر به این ملت بیچاره بکنند، این ملت که همیشه دچار مشکلات بسیار زیادی هستند، از قبیل امنیتی، از قبیل جنگ، از قبیل مرض بزرگ کرونا که نو وارد افغانستان میشه، باید ما دستجمعی در مقابل این مرض استاد شویم. بله آقای قادری، قسمی که شما گفتین ازبکستان، هند و آقای عبدالله استقبال کرده و همچنان آقای نور از تشکیل این هیئت استقبال کردن، همشون به ویژه ایالات متحده آمریکا، اما آقای اسماعیل خان میگه که این هیئت فقط به عنوان یک سخنگو میتونه که وارد مذاکره شوه، اما هیچگاه نمیتونه که از حق و حقوق افغان ها در برابر طالبان دفاع بکنه. بالاخره مشکل چی خواهد شد؟ ما بازم ذکر میکنم، حرف ما وابسته و حرف ما در رابطه با بعضی از سیاسون هستند که متاسفانه ما بازم میگم که اینها نفشان در جنگ است نه در صلح، همیشه در مقابل صلح اینها استاد شدن. حرف ما این است، این 21 نفر هیئت که انتخاب شد تا حد زیاد صلاحیت روی عموم میز در مقابل طالبان را داره، بعد از او که یک مساوده آماده شد، یک موافقت نامه آماده شد، بعد از او صلاحیت مربوط به حکومت افغانستان و مردم افغانستان باید باشه، و همچنان باید این گفتگوهای صلح که بین این 21 نفر هیئت و هیئت که از طرف طالبان تعیین میشه، از جریان این گفتگو باید مردم افغانستان و تمام حکومت افغانستان آگاهی داشته باشه. ببینید ما متاسفانه نو در گفتگوی در قطر بنیان امریکا و طالب داشتیم که تا حالا ما فکر میکنم که مردم افغانستان از جریانات این گفتگوها آگاه نیستند، اما این حاله که ما گپ اسماعیل خان تا حد زیاد درست است، اما تا حد زیاد مشکلات هم داره. ببینید هیئتی که اونجا انتخاب شده، هیئت صرف هر گفتگو میتونه کنه و مساوده را آماده میتونه، تعیین مساوده و همچنان نشر از این مساوده حق مردم افغانستان، پارلمان افغانستان و حکومت فعلی افغانستان است. هیچگاه این هیئت نمیتونه موافقت نامه را با طالبان امضا کنه. بله آقای قادری، قسمی که آقای اسماعیل خان مشکل داره با این هیئت و همچنان آقای عبدالله هم تا حال به گونه مشروط این هیئت را تایید کرده و بعض از شهروندای افغانستان هم این هیئت را هم شمول نمیدونه، از دید شما خب شما میگین که این هیئت هم شمول است، اما به فکر مردم افغانستان و کسانی که مخالف این هیئت هستند، اونا چگونه یک هیئت را میخواین و چی هیئت میتونه که هم شمول باشه؟ ببینید ما یک مثال بسیار کوچکی را میخوایم ارائه کنم. ما بعد از کنفرانس بم تا حالا که انتخابات را برگزار کردیم، از الف تا بیا همگی پیروز دعوای پیروزی میکنند. همین رقم در سیاست افغانستان هم هست. اگر ما به کس حق داده شو و رو سیاسونه که حق داده شو در این هیئت، اون سیاسون می حمایت از این هیئت میکنه، اما زمانی که حق بر از سیاسون داده نشه و تقریبا منافعش در صلح در خطر باشه، 100% به مخالفت میکنه. ما نباید در تمام جانب مردم افغانستان را دخیل بسازیم. مردم افغانستان وابسته به چند سیاسون و به چند احزاب نیستن. این احزابی که ما بازم اشاره میکنم که در 40-45 سال اخیر خون مردم را نوشیدن، در 40-45 سال اخیر کابل را ویران کردن و آل هم فساد را پیشی خود ساختن و که فساد اینها آپارتمان های بسیار بزرگی در خارج و داخل ساختن. مردم افغانستان وابسته به این احزاب و این سیاسون نیست. مردم افغانستان حالا شعور سیاسی داره، شعور منطقوی داره و میفهمه که در افغانستان چی چیز جریان داره، کدام سیاسون به خیر افغانستان است و کدام سیاسون به خیر افغانستان نیست و صرف به منافع ملی فکر میکنه، منافع شخصی فکر میکنه. من فکر نکنم که در اینجا مردم افغانستان دخیل باشه. هیئت کاملا همه شمول است و بازم ذکر میکنم هیئت از همه جوانب است، از تمام سیاسون است، از تمام اقشار است و همه جوانبی که در مقابل طالبان درگیر بود، از حقوق زنان گرفته تا به جوانان و همگی سهم داده شده، این را به خیر افغانستان میدارم و بالای سیاسون هم صدا میکنم و بالای احزاب هم چنان که بیاین لطفا در هر حالت شما به منافع شخصی خود ترجیح دادن، لطفا در صلح منافع شخصی خود را بگذارین، بیاین به یک افغانستان واحد فکر کنین، بیاین به یک افغانستان که دارای صلح سرتاسری باشه باید ما فکر کنیم، نه به منافع شخصی خود که همیشه به منافع شخصی خود ما ملت در خون آغشته ساختیم. متاسفانه این وضعیت حالا ادامه داره و من صدا میکنم که لطفا بر یک افغانستان واحد و یک اجماع ملی صلح فکر کنیم. بله آقای قادری، تنش‌های سیاسی کماکان ادامه داره و مردم هم وضعیت را شرم‌آور میدونه، برخی از مقامات آمریکایی هم وضعیت را نگران کننده میگویند، چطور باید حل شوه؟ و در پهلوی این موضوع تیم حکمتیار هنوز به این عقیده است که ارک صلح را در انحصار خود داره. آیا واقعا ارک صلح را در انحصار خود گرفته و مشکل در کجاست؟ چطور مشکل باید حل شوه؟
من یک چیز را میخوام بسیار واضح بگویم. ارگ نمایندگی از مردم افغانستان میکنه. ارگ توسط مردم افغانستان انتخاب شده و هر صلاحیت موافقت نامه را داره، چون ارگ و حکومت افغانستان در مقابل طالباست که 17 18 سال اخیر جنگیده. این حکمتیار نیست که 17 18 سال اخیر در مقابل طالبا جنگیده باشه. یک افسر حکمتیار در مقابل طالبا نجنگیده، این حکومت افغانستان بود، این اردوی افغانستان بود، این پلیس افغانستان بود که در مقابل طالبان جنگیده و خونشان ریختانده شده و همیشه قربانی داده. این حکومت افغانستان است. من فکر نکنم و بازم حکومت افغانستان به اینها سهم دادن. من فکر کنم که عضوای بزرگ حزب اسلامی چون غیرت بهیر و امین کریم در این لیست شامل هستند و همچنان به اینها مشوره هم شده. و بازم میگم موافقتنامه کلی را مردم افغانستان امضا میکنن، نه حکومت فعلی و نه جناب حکمتیار صاحب. گپ دیگه که درباره تنش های داخلی است، ببینیم متاسفانه بسیار شرم‌آور است که همیشه انتخاباتی که برگزار شده همه جوانب ادعای پیروزی دارد. من فکر کنم روزنه انتخابات بسته شده خوبتر نخواهد بود. از چنانه که مداخلات خارجی رو ما میبینیم، خاصتا مداخله ایالات متحده آمریکا و وزیر خارجش مایک پامپیو که همیشه بر ساختار همشمول فکر میکنه. ما یک بار صدا میزنیم با آقای مایک پامپیو که وزیر خارجه آمریکا، آیا شما این را قبول دارین که در آمریکا دو حکومت باشه؟ آیا شما واقعا اگر این حالت را در افغانستان میخواین، چرا در آمریکا پلی نمیکنین که یک رئیس اجرایی و دو رئیس جمهور داشته باشین؟ ما به مردم افغانستان صدا میزنم که لطفا بیدار شوین این حالت، و سیاسون هم صدا میزنم که لطفا بیدار شوین و طبق قانون اساسی، چوکات قانونی که تعیین شده، مادر قوانین که قوانین اساسی است، طبق ازمون پیش بریم. نه به خواست کشورهای بیرونی، نه به فشار خارجی، خاصتا طبق قوانین اساسی خود پیش بریم. فکر کنم که روزنه دیگر وجود نداره. ما حکومت دو سره را 5 سال اخیر دیدیم که تقریبا با چی حالت بودیم. به هیچ بار دیگه مردم افغانستان، سیاسون افغانستان نباید با 5 سال اخیر تن بده که ما باید خدای نخواسته باز هم حکومت دو سره داشته باشیم. و از آقای دکتر صاحب عبدالله هم ضمناً خواهش می‌کنیم لطفاً با منافع ملی دیگر فکر کن و لطفا از خواسته های شخصی خود بگذر، خاصتا به افغانستان فکر کن. بله آقای قادری، در این قسمت هم نظر شما را می داشته باشیم. حکومت میگه که شورای رهبری مصالحه در حال شکل گیری است. به نظرتان این شورا و ترکیبش چگونه خواهد بود؟ تا آنجایی که دیروز بعضی از خبرگزاری های افغانستان لیست از همین شورای مصالحه را ارائه کردن و تقریبا تا حد زیاد مشکل رفع میشه در شورای مصالحه، چون که تمام بزرگان افغانستان، تمام سیاسیون افغانستان که در 40-45 سال سیاست افغانستان دخیل بودن، اینها جا داده شدند. خیلی بهتر خواهد بود که این شورای مصالحه ایجاد شود، یک روزنه بسیار بزرگ برای تایید پروسه صلح و اقدامات خیلی جدی از طرف حکومت افغانستان توسط شورای مصالحه صورت بگیره. و بازم به حکومت افغانستان میگم که بالای از این شورای مصالحه کارهای خود را خیلی جدی کنه، که این شورای مصالحه یک نمونه از اجماع ملی است و اجماع از تمام سیاسیون و احزاب در مقابل صلح باشه. اگر این شورای مصالحه موافقانه به در بیاید و موافقانه ایجاد شود رسما توسط حکومت افغانستان، یک اقدام خیلی بزرگ، یک اقدام خیلی جدی در راستای صلح و موافقت رساندن صلح خواهد بود. بله آقای قادری، چی فکر میکنین همین که اگر شورا قرار باشه شکل بگیره، میتونه که مرجع قوی برای تایید یا رد و همچنان برای تصمیم گیری باشه؟ تا حد زیاد بله ها، چون که من بازم ذکر میکنم اکثر بزرگان در این لیست دیده میشه، اکثر سیاسونه که تقریبا در بین مردم افغانستان جا دارن و مردم افغانستان تقریبا آنها را من حیث رهبرشان قبول کردن، اکثریتشان فکر کنم که بله ها این مشکل رفع میشه در این لیست که رفع شده. اما اینجا حرف از کامیاب شدن این شورای مصالحه است. متاسفانه ما بعضی از سیاسیون دارن که بازم در ریجه منافع شخصی خود را ترجیح میدن و بازم در مقابل خواهید دید که از همین شورای مصالحه در مقابل صلح خواهد استاد شد. حرف ما اینجاست که لطفا از سیاسیون خود و از احزاب خود تقاضا میکنه مطابق با پالیسی حکومت افغانستان، مطابق با قانون اساسی، مطابق با چوکات صلح و منافع ملی خود فکر کنند. انشالله شورای مصالحه که آینده ایجاد خواهد شد یک شورای مصالحه عمومی و باعث شدن اجماع ملی خواهد بود. بله آقای قادری، در کنار شکلگیری شورای مصالحه و همچنان ترکیب هیئت از طرف حکومت که صورت گرفت، چی فکر میکنین با وجود اختلاف نظرها از طرف بعضها، آیا واقعا این هیئت میتونه که در آینده موافقانه وارد گفتگو با گروه طالبان شود؟ در صورتی که ببینین، ما یک چیز باید قبول کنیم که طالبان با یک اراده بسیار قوی و با حمایت چندین استخبارات میاد در میز مذاکره. این را ما باید بپذیریم. حرف طالب، حرف استخبارات آی اس آی و سپاه پاسداران و همچنان کی جی بی روسیه خود بود.
هیئت که از طرف حکومت افغانستان تعیین میشه باید بسیار هوشیارانه عمل کنه و باید بسیار با هوشیاری کامل و با یک افغانستان واحد فکر کنه. در صورت عدم اشتباه متاسفانه ما با بحران خواهیم رفت. از طرف دیگر هم از کشورهای منطقه و جهانی برای اجماع منطقوی جهانی خیلی ضرورت بر آنها هم در این پروسه صلح دیده میشه. کشورهای منطقه چون روسیه، ایران، پاکستان، کشورهای شمالی ازبکستان، ترکمنستان و همچنان تاجیکستان و همچنان کشور چین و این کشورها باید تماما در پروسه صلح با حکومت افغانستان یک جا ایستاد شود، چون اینها نمایندگی از یک اجماع منطقوی میکنه. اگر ما حرف از اجماع جهانی میزنیم، کشورهای بزرگ چون ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، همچنان اتحادیه اروپا، سازمان ناتو، این سازمانهایی هستند که میتونن در بحث اجماع جهانی با حکومت افغانستان کمک کنند. فکر کنم اگر اجماع منطقوی و جهانی با حمایت از همین هیئت و حکومت افغانستان شامل باشه، 100% ما یک صلح دائمی را خواهیم داشت. اما در صورتی که متاسفانه و در این صورت ناکارایی صورت بگیره، اجماع منطقوی نباشه، یک کشور پاکستان باز هم به شکل رسانه‌ای به سیاسون افغانستان جهانی چون امریکا را فریب داده فریب بتن متقوی یک صلح دائمی نمیدرسیم. تشکر باشم. آقای کفایت الله قادری، فعال سیاسی، تشکر از این که در برنامه با ما بودین. ادامه برنامه آغاز روز. افزایش وقعات ویروس کرونا به 239 مورد در کشور. وزارت صحت میگوید که 41 واقعه جدید کووید 19 در هرات و 2 واقعه جدید در کابل ثبت شده است. و همچنان آقای فواد احمدی خبرنگار آریانا نیوز با ما وصل هستند. آقای احمدی سلام، وقتتان بخیر. میشه که جزئیات بیشتر از شما داشته باشیم که فعلا وضعیت در ولایت هرات چگونه است؟ سلام خدمت شما و بینندگان آریانا نیوز. بله، چنانچه شما هم گفتین، دیروز تنها در 24 ساعت 41 واقعه دیگه در هرات مثبت اعلام شد که بار دیگر نگرانی ها از افزایش بیماران یا کسایی که مبتلا به ویروس کرونا هستند زیاد کرده است و این نگرانی به بار آورده است که گردش این ویروس در هرات کاملا جدی شده، به دلیل از اینکه تمام 41 نفری که دیروز به اصطلاح مثبت اعلان شد سابقه رفتن به ایران در چند ماه گذشته نداشتن. این به این مفهوم است که این افراد از افرادی که جدیداً از ایران آمده بودن به اصطلاح مصاب شدن. تا به حال حدود 184 نفر در هرات مبتلا به ویروس کرونا هستند و تنها 100 بستر شفاخانه به اصطلاح به اختیار بیماران قرار داره. این مسئله کمک نگران کننده شده است. بله آقای احمدی، قرار بود که در هرات یک شفاخانه 100 بستر آماده شوه. وضعیت چگونه است؟ آیا شفاخانه ها آمادگی داره و بیشتر از این به ما بگین که شفاخانه 100 بستر تا هنوز آماده شده که مریضا را بپذیره و معالجه شوند؟ ببینین، در حال حاضر نمی موقعیتی که ما در تصویر اگر ببینین، این شفاخانه 100 بستر که وزارت صحت عامه قول از این دادون که تا 20 روز دیگه تا 20 روز دی تکمیل بشه و به اختیار اداره سرطامه امراض قرار داده بشه تکمیل خواهد شد. که ما میبینیم در تصویر که واقعا کار از خوب پیش رفته است و امکان داره تا زمان تعیین شده که به اصطلاح از قبل تعیین شده بود در همون 20 روز این شفاخانه به اختیار اداره سرطامه هرات قرار بگیره و بتونن بیمارا در این تداوی کنن. مسئله دیگه که از سخنگوی وزارت صحت عامه اعلان کرد که به زودی 600 بستر در هرات آماده بهره برداری خواهد شد، که این زودی وزارت و دولت افغانستان به درستی مشخص نمیشه، چون زمانی که به زودی وقتا رئیس جمهور دستور و فرمان میده باز هم میبینیم حدود 10 تا 15 روز طول میکشه. اما وزارت صحت عامه خیلی خوشبین است. از جهت دیگه ما اینجا نگرانی های مردم رو میبینیم، نگرانی های کارمند مسئولین صحت عامه میبینیم، نگرانی های مقامات محلی هرات میبینیم. ما در تصویر این تلاش میکنم که برای شما بخشایی که این بیمارستان آماده شده نشان بدم. شما مگه پرسشی داره؟ من در خدمت.
بله آقای احمدی، تا جایی که ما در تصویر میبینیم تا یعنی جای کار ای به شفاخانه باقی مانده و حالا که افغانستان و سایر کشورهای جهان ویروس کرونا تهدیدش میکنه، چه فکر میکنین آیا این شفاخانه میتونه که در مقطع اساسی افغانستان به ویژه ولایت هرات که در آنجا ساخته میشه مریضا در آنجا منتقل شود و واقعا در وقت زمان مناسبش استفاده شود؟ فکرم ای برای یک اتاق است که برای چهار مریض که مبتلا به کرونا بشن یا شدن اختصاص داده میشه. در قسمت بیمارای بطلا یا کرونا نیاز به تجهیزات خیلی بالای در کل دنیا نیست، به دلیل از اینکه هنوز چیز از واکسین از این کشف نشده، دارو برای از این مشخص نشده. فقط به گفته مسئولین سرطان نیاز به تخت است، نیاز به ایست که بیماران زیر کنترل باشن. و این شفاخانه برای همی ساخته شده. ما یک از تاجرای هرات به نام آقای قریانی هتل خود به اختیار وزارت صحت عامه قرار داد تا بتونه به اصطلاح برای کسایی که بیمار هستن به اختیار از او قرار داده بشه. و اگر همین امکانات وجود داشته باشه و تخت وجود داشته باشه، دقیقا میتونم به کل بیمارا رسیدگی کنم. یعنی شفاخانه است که زیر ساخت است، این کارگرای هستن که در حال کار گرفتن. بله آقای احمدی، قسمی که گفته میشه ویروس و کرونا یعنی در گرمای سال سرکوب میشه و از بین میره، فعلا کارهای باقی مانده در این شفاخانه میتونه که این شفاخانه در اسرع وقت آماده شه و برای تداوی مریضان کووید 19 یا ویروس کرونا؟ ببینید، کارهای از این حدود 75% تمام شده، 25% دیگه باقی مانده از این تجهیزات و امکانات طبی که باید برای از اختیار قرار بگیره و یکی پاکاری که نیاز داره ای بشه که اینا هم خیلی زود میشه. همین آرژانتانه بین 200 تا 300 نفر در این به اصطلاح بخش کار میکنه. همین اگر شما نگاه بکنید در تصویر، اینا در بخش رادبندی یا بخش دیزاین سقف کار میکنن، یکی در بخش به اصطلاح برق کار میکنه، دیگری در بخش آب کار میکنه. اما در قسمت این مسئله که شما گفتین که گرمی هوا میتونه به اصطلاح یک از راه مقابله با این ویروس باشه، این در حد حرف است. مسئولین به اصطلاح WHO سازمان صحی جهان این مسئله رو تایید نکردن و حتی نگرانم که در گرمی هوا ممکن ویروس اوج بیشتر پیدا کنه و خطرناکتر باشه. خب ما در این وقتا میبینیم در صفحات اجتماعی حتی بعضی رسانه ها بر اساس شایعات میان گزارش ها پخش میکنن، به جایی که مفید واقع بشه متاسفانه مضر واقع میشه. حالا این موردی هم که شما گفتین در رسانه های اجتماعی پخش شده، بله دقیق است، اما سازمان صحی جهان تالی مسئله رو تایید نکردن. بله آقای احمدی، این شفاخانه یعنی در هر اتاقش چهار مریض مکمل صد بستر تشکیل میده، یا که هم اگر هر اتاقش چهار مریض را بگیره در اونجا جاگذاری شوه بیشتر از صد بستر میشه که باشه؟ ببینین، برای هر اتاق به صورت حالت طبیعی چهار اتاق در نظر گرفته شده که برای چهار بیمار است، به دلیل از اینکه یک سری امکانات در اطرافی تختا قرار میگیره. و همچنین این ساختمان که شما همین لحظه میبینید در تصویر، این ساختمان است که مربوط به نرسا و دکترها و استاف خود شفاخانه هست. این دو بخش دیگه که هست اینا مربوط به بیمار هستن. حالا اگه خواسته باشم که جا کم بیارن به صورت فشرده، شاید در اون اتاق تعداد 5 تا 6 نفر هم جا بگیره، یعنی 6 بیمار. اما به دلیل از اینکه ما در هرات احتمال از اینکه ساختمان‌های بیشتر به اختیار بیمارا قرار بگیره، با کمبود جا مواجه نمیشیم، اما همچنان با کمبود تجهیزات و امکانات طبی روبرو است. بله آقای احمدی، فعلا هرات در صدر ولایت ها قرار داره، از لحاظ افزایش ویروس و کرونا و موارد مثبت که روزانه ثبت میشه فعلا این شفاخانه کارش تمام نشده و شما هم گفتین که تقریبا 25 یا 27% کارهایی مانده. چرا در این قسمت توجه صورت نگرفته و تا هنوز چرا از ادارات دولتی و از خوابگاه های دانشگاه ها امکانات چرا فراهم نمیشه ای که زودتر کمک های عاجل صورت بگیره و مصارف که در اینجا صورت بگیره چرا در آنجا صورت نمیگیره؟ ببینین، این شفاخانه بسیار زمان بندی داشت برای ختم ازی 20 روز وعده داده بودن که هنوز 20 روز ازی تکمیل نشده. بررسی ها نشان میده که تا همون زمانی که همون 20 روز تعیین کردن، خود از یا به احتمال زیاد
اینا میتونن به اصطلاح شفاخانه رو تکمیل کنن و به اختیار ریاست صحت‌عامه هرات قرار بدن. اما اینکه چرا از خوابگاه‌ها بخش‌های دیگه استفاده نمیشه، خب با واقعیت هنوز در او حالت در هرات نرسیده که ما مثلا روز 50 یا 100 یا 200 واقع داشته باشیم. همیال بخش‌های دیگه هم در هرات مثل کمپ آجی کمپ، یک هتلی است که یک از تاجرای هرات داده، اینا همیال به حالت آماده باش قرار داره که به اصطلاح در اونجا اگه بیمارا زیاد بشن به اونجا انتقال بدن. اما این هم به صورت عاجل ساختن. این مسئله یادتان باشه، این شفاخانه برای بیمارایی است که به 15% است که 100% نیاز به کارهای به اصطلاح عاجل، رسیدگی عاجل دارن و احتمال فوت از اینا میره. یعنی کسایی که در این شفاخانه اگر بستری بشن، این به این معناست که وضعیت از اونا وخیم است. در دیگه شفاخانه اگر کسایی به اصطلاح بستری بشن، به این معناست که وضعیتشان خوب است. این برای وضعیت عاجل بیماری کووید 19 در هرات ساخته شده و تا این که به اصطلاح بتونن در این جمعو امکانات عاجل به اختیار بیمارا قرار دادن. بله آقای احمدی، امکانات این شفاخانه از چی طریق صورت میگیره و تجهیز و تنویل این شفاخانه یا از طرف خود امکانات را خود ولایت هرات در دسترس داره؟ آیا جاگذاری میشه در این شفاخانه؟ ببینن این شفاخانه، ۱۲۰ میلیون کشورهای دیگر صورت میگیره. ببینیم این شفاخانه 120 میلیون افغانی هزینه از این میشه که بودجه از دولت افغانستان میپردازه. این از طرف شرکت بنایی شرکت دولتی این ساخته میشه و هزینه از این 120 میلیون افغانی میشه که تنظیم کننده دولت است و هیچ مشکل در قسمت ساخت از این پیش نمیشه. این شفاخانه مربوط به بخش داکتران هست که به اصطلاح برای از اونا اتاق و ایتیزار. بله آقای احمدی، چقدر اطمینان وجود داره در مدت 20 روزه که شما گفتین فرصت داده و گفتن که این شفاخانه آماده میشه؟ در مدت 20 روز که چند روز از این 20 روز هم گذشته، میشه کم کار ساخت و ساز شفاخانه تکمیل شده و هم از لحاظ وسایل بهداشتی بتونه که به این شفاخانه را تجهیز و تنبیل بکنه؟ لوازم بهداشتی از این کاملا لوازم طبی از این خریداری شده و زمانی که تکمیل بشه در یک یا دو روز تمام لوازم طبی در شفاخانه به اصطلاح نصب خواهد شد و این نگرانی وجود نداره. ما پیشتر هم برای شما تشکیلات شدیم این مثلا که وعده داده بودن تا 20 روز تکمیل بشه، چنانچه معلوم میشه به احتمال خیلی زیاد اینا بتونن شفاخانه در همون مدت زمانی که از قبل تعیین شده بود در همون 20 روز ایره تکمیل کنن و به اختیار ریاست صحت‌عامه قرار بدن. بله آقای احمدی، وزارت صحت گفته که 41 واقع جدید کووید 19 در هرات ثبت شده. فعلا وضعیت مریضا چگونه است؟ قرار گزارش که شما در دسترس دارین و اینها در کدام شفاخانه ها منتقل شده و چگونه به ایشان رسیدگی صورت میگیره؟ ببینیم یک تعداد از بیمارا در بخش در خانه ها نگهداری میشن، یعنی به ایمانا که قرنطینه خانگی هستن بر اساس درخواست خود بیمارا. یک تعداد در شفاخانه کشورده که مربوط جدیدن به اصطلاح در نظر گرفته شده در اینجا نگهداری میشن و وضعیت اکثر بیمارا در هرات خوب است. این اکثر بیمارای ما در هرات داریم خوب است. به جز ما 3 مورد صوتی داشتیم که افراد کسایی بودن که سنشان بالاتر از 60 سال بود و یک مورد بود که به اصطلاح 45 سال بود که او از لندن آمده بود. دیگه این کسا سنشان که فوت کردن بالا بود. اما کسایی که در حال حاضر در شفاخانه اطفال نگهداری میشن در شفاخانه کرونا هرات، وضعیتشان دکترها میگن خوب است. ما 5 مورد داشتیم که به اصطلاح بهبود یافتن، به خانه‌های خود رفتن و احتمال از اینکه یک تعداد دیگه در یک دو روز دیگه خوب بشن به خانه‌های خود برگردن و گفته مسئولین صحت‌عامه خیلی زیاد است احتمال از این. بله آقای احمدی، قسمی که بعض از گزارش ها پخش نشر شد گفته میشه که بعض از پزشکان ولایت هرات به بیماری کووید 19 مبتلا شده، از دید شما آیا این مسئله چقدر جدی است و چند تن از پزشکان ولایت هرات به بیماری کووید 19 یا ویروس کرونا مبتلا شده و این موضوع چقدر ولایت هرات را به مشکل مواجه میسازد؟ ببینین این مسئله که متاسفانه برخی از رسانه‌ها اعلان کردن این واقعیت نداره. اینا ادعا کرده بودن که
گویا 19 نفر یا 16 نفر از دکتران شفاخانه کوید 19 ایراد در داخل شفاخانه اینا مبتلا به ویروس کرونا شدند. رئیس سعدنامه هرات ایره کاملا رد کرد، ایره یک شایعه پخش عنوان کرد و حتی گفت که ای کمک میکنه برای از اینکه شوک بدن دکترای دیگر در کل افغانستان و اینکه کمتر رسیدگی بشه. وی تا حدودی گفت که نباید چنین گزارش‌های غیر مسلکی غیر اصولی از رسانه‌ها پخش بشه. متأسفانه چنین شد. در هرات سه دکتر مبتلا شده بودن، اینا سابقه رفتن به ایران داشتن، یک دکتر در یک ماینه خانه بعدها مشخص شد که مبتلا به این ویروس شده بود، اما هیچ کارمند صحی در شفاخانه کوید 19 هرات مبتلا به ویروس نشده، چرا که تمام امکانات در اختیار دکترها قرار داده میشه و دکتران تمام اصول را مراعات میکنن که اینا به اصطلاح مبتلا نشن. ای واقعیت نداره این مسئله، اما در این که برخی دکتران و نرس ها مبتلا شدن این حقیقت هست، اما اینا در داخل شفاخانه مبتلا نشده بودن. برخی از سابقه ایران رفتن به ایران داشتن، بعضی در ماینه خانه خود اینا مبتلا شد. بله، یعنی مردم باید مطمئن باشن که در ولایت هرات هیچ یک از پزشک شفاخانه های اونجا به بیماری کووید 19 یا ویروس کرونا مبتلا نشده. اما آقای احمدی ببینید مبتلا شده بودن، ببینید وضعیت داده میشه، مبتلا شدن در داخل شفاخانه کووید 19 نخیر، در بیرون از شفاخانه اینا کسایی بودن که یا ایران رفته بودن و اینا جزء کسایی بودن که به اصطلاح سابقه رفتن به ایران یا نزدیک شدن به یک بیمار در ماینه خانه خود داشتن. افرادی که در ایران مبتلا شدن اینا جزء کارمندا و استاف شفاخانه بیمارستان انتانی که مربوط به بیماران کووید 19 است اینا نیستن، اینا جدا افراد دیگه هستن. بله، خب آقای احمدی، قسمی که قیود روزگردی در ولایت هرات وضع شد، مردم چقدر این موضوع جدی میگیرن و چقدر توانستن که در برابر این مشکل مبارزه بکنن؟ آیا واقعا مردم این موضوع را در نظر گرفتن و در شهر و بازار گشت و گذار دارن یا خیر؟ متاسفانه به دلیل مشکلات مالی اقتصادی که مردم در هرات دارن بسیاری مسئله را جدی نمیگیرن، تلاش میکنن دکانهای خود باز بکنن، تلاش میکنن دنبال به اصطلاح به گفته خودشان دنبال لقمه نانی بگردن و همین مسئله باعث شده که متاسفانه به اون پیمانه‌ای که باید مراعات میشد قیود روزگردی نشده. همین شما اگر امکانات نیو داخل شهر من میتونم تصویر برای شما نشان میدادم، خیلی عادی بعضی دکانها بسته است اما رفت آمد به صورت عادی جریان داره. متاسفانه مقامات محلی هم به نحوی سکوت کردن در این قضیه. چند چوک مرکزی به اصطلاح وسایط نقلیه گذاشته شده، از رفت آمد مردم جلوگیری میشه، اما در حومه شهر هرات که مردم فقیه نشین هرات هستن در اون مناطق اصلا چیزی به نام قید روزگردی و شبگردی یا قرنطینه اصلا معنا و مفهوم نمیده. حکومت هم تا حال هیچ کمکی در هرات برای مردم نیازمند انجام نداد. بله آقای احمدی، وزارت امور داخله گفت که اگر شهروندای افغان قید روزگردی را مراعات نکنه ما با ایشان برخورد خواهیم داشت، برخورد جدی. و همچنان وزارت صحت عامه هرات هم این موضوع را یادآوری کرد. چی فکر میکنین برخورد از طرف وزارت امور داخله و وزارت صحت هرات در برابر شهروندای هرات داشتن یا خیر که مسئله قید روزگردی را باید مراعات بکنن؟ ببینیم این به این معناست که روز اولی که دو مورد بیماری ویروس کرونا در ایران شناسایی شد، دولت افغانستان عاجل دستور به مسدود کردن مرز هرات با اسلام قلعه هرات با ایران داد. فرداش پس دستور داد که باز کنه. وزیر صحت ما آمد کنفرانس داد که ما به صورت عاجل به هرات رسیدگی میکنیم، پول و امکانات روان میکنیم، اما 20 روز از این قضیه تیر شد و پولی نرسید. نه امروز، منظورم اینه که حدود یک ماه پیش دار کرد. ادعا اینا میکنن، مقامات حکومت مرکزی خیلی ادعا میکنن، یعنی کنفرانس میدن، اعلامیه میدن، اما خودشان هم به او پایبند نیستن و مردم هم دیگه اعتماد ندارن که این مقامات بتونن آنچه که امروز میگن او را عملی کنن. یکی از مشکلاتی که در هرات وجود داره، مثلا هرگاه اعلامیه حکومت محلی میده یا حتی رئیس جمهور میده، مردم اصلا انگار نه انگار که اعلامیه صادر شده از طرف یک مقام بلند رتبه، میگن بابا کی
این مسئله بسیار جدی میگیره. یعنی با این لحن دارن مردم صحبت میکنن که متاسفانه این رو باید حکومت اصلاح کنه، در غیر آن صورت سرکشی از حکومت متاسفانه روز به روز افزایش پیدا میکنه. حتی مردم میبینین در ولایت این که برای حفظ جان خود تلاش نمیکنه، برای دیگران تلاش نمیکنه، حتی برای خود تلاش نمیکنه برای حفظ جان خود. یعنی بحث قیود و روزگردی اگر در ایراد عملی نشه، ما شاید به مثل کشور ایتالیا، اسپانیا، ایران و کشورهای دیگه که هر روز روز 100 تا 150 تنها تلفات دارن، ما مثل از او بشیم. چرا که بررسی ها نشان میده که در ایراد حدود 60 تا 70 درصد مردم احتمال از اینکه در گردش ویروس کرونا مبتلا شده باشن هست. 15 روز پیش 2 مورد در یک روز شناسایی میشد، دیشب 41 مورد. این مسئله به اصطلاح کوچکی نیست که با این برخورد عادی بشه، بعد واقعا جدی بگیرن این مسئله. بله آقای احمدی، قسمی که شما گفتین از حکومت مرکزی هم تا اونوز هیچ کمک صورت نگرفته، اما آیا از طرف وزارت صحت تا عامه هرات به حکومت مرکزی پیشنهاد داده شده یا خیر که واقعا ولایت هرات در وضعیت نیست که تنها وزارت صحت عامه هرات بتونه با این مشکل دست پنجه نرم بکنه؟ و همچنان نماینده مردم هرات گفت که قرار است تاجران بیای زکات بده، در این مقطع زمانی باید زکات خود را به حکومت بده و همچنان به وزارت صحت عامه هرات و کابل کمک بکنه. آیا کمک های قرار است صورت بگیره و از طرف وزارت صحت عامه هم پیشنهاد به حکومت مرکزی داده شده یا خیر؟ ببینیم یک اصلاحی صورت بگیری که دولت کمک کرده، برای از اینکه مثلا این ساخت همین شفاخانه را دولت پولش کمک کرده، 400 میلیون افغانی حکومت برای حکومت محلی فرستاده که برای جلوگیری از شیوع بیماری به مصرف فرستاده. اما اینا مصارفش حال معلوم نیست که در کجا اینا مصرف میکنن. بحث اینه که کمک نکرده به مردم ایراد است که دولت آمد گفت که ما برای مردم مستضعف ایراد کمک میکنیم، برای نیازمندا کمک میکنیم که در خانه بمانن، اما تا حال هیچ کمک مقامات محلی ایراد برای کسایی که نیازمندن نکرده. یک تعداد تاجرا، ریاست اتاق تجارت ایراد، برخی تاجرای خیر آمدن این کمک های خودی برای مردم یک تعداد در هرات انجام دادن که هم به همگی نمیرسه. بحث اینه که بعد این کمک ها صورت بگیره تا اینکه مردم خاطر جمع باشن به اونا نیازمندی ها اینا میرسه تا و اونا به اصطلاح از خانه خود بیرون نشن. در قسمت از اینکه میگن کمک ها به اختیار دولت، زکات تاجرا به اختیار دولت قرار بگیره، دولت توزیع بکنه، یک تعداد کاملا مخالف از این قضیه هم به دلیل فسادی که در حکومت وجود داره میگن احتمالاً این پولی هم که از طرف مردم جمع آوری شده به اختیار برخی افراد گذاشته بشه، حتی از این پول هم به اصطلاح اینا ایفومیل بکنن. پس بهتر از خوده کسایی که پول دارن اینا خودشان به اصطلاح شناسایی کنن با هماهنگی نماینده های مردم، نماینده های شورای ولایتی، افراد فقیر، و اینا بیان توزیع بکنن این کمک ها برای افراد فقیر. اگه به حکومت بدن احتمال از این که هیک و میل باشه خیلی است، اما وقتی که خود فرد خواسته باشه کمک کنه و اون فرد پولش است و افراد میتونه تشخیص بده، چرا خودش این کار نکنه؟ حکومت هم گفته کسایی که حکومت نه، حالا برخی از افراد در حکومت آمدن گفتن کسایی که زکات دارن که قرار در ماه مبارک رمضان بدن بهتر از همیال این کارو بکنن، چون همیال مردم نیازمند کمک های عاجل است. ولی آقای احمدی، قسمی که شما در آنجا هستین و وضعیت را از نزدیک مشاهده میکنین، اگر واقعا چنین نابسامانی در آینده هم ادامه داشته باشه، وضعیت ولایت هرات را در آینده چگونه تصور میکنین؟ مشخصه وقتی که اگر به همین شکل بیماری به هرات بشه باشه، مثلا بیماری به این معنی که قیود روزگردی جدی نگیره حکومت و مردم، به این معنی که توجه بیشتری در قسمت امکانات نشه، به این معنی که به اصطلاح توجهی از طرف مقامات محلی صورت نگیره، ما شاید از این خواهیم بود که هرات هم به مثل خیلی از کشورهای دیگه روزانه تلفات بیشتر، افراد مبتلا بیشتر خواهد داشت. سپاس آقای فواد احمدی، خبرنگار آریانا نیوز، ممنون از این که در برنامه با ما بودید. سپاس.